علی حسین قاضی زاده همکارم اینجا در استودیو همراه ما هست. بیشتر شنیدیم صحبت‌های عراقچی رو وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به نظر میرسه که حالا که دولت ترامپ هم داره مشخص میشه در واقع در خبرها هم بهش اشاره کردیم کمی لحن جمهوری اسلامی ملایم‌تر شده در برابر ایالات متحده. دقیقا همینطور است مقامات جمهوری اسلامی از پیش هم میدونستند که با پیروزی ترامپ چه چیزی در هست اون تلاش گسترده برای شکست در واقع کارزار انتخاباتی ترامپ رو که از تا حک کردن سایت ستاد انتخاباتی پیش رفتن تا ترور ترامپ هم حتی برنامه ریزی کردن برای این بود که میدونستند که رأی آوردن این بار ترامپ با دفعه گذشته متفاوت خواهد بود این بار منطقه درگیر یه جنگ از اسرائیل در خط اول تقابل نظامی با جمهوری اسلامی است و آمریکا دیگه برای هیچ برنامه نظامی علیه جمهوری اسلامی تنها نیست و دولت ترامپ که در دور قبل سیاست فشار حداکثری رو داشت علیه جمهوری اسلامی برای تغییر رفتار این بار میتونه سیاست تغییر رفتار یا تغییر حکومت رو در پیش بگیره همه ابزار لازم رو هم برای پیش بردن این سیاست در اختیار داره به همین خاطر از ابتدا میدونستن چیز در انتظارشون هست بعد از رأی آوردن ترامپ تلاش میکنند که با تغییر لحن با آمریکایی ها بگن که یعنی در واقع به نوعی بگن که نیازی بین همه سرسخت نیست یک روزنه باز کنن که اگر آمریکایی ها تمایل داشته باشند برای گفتگو نه در سطح توافق در سطحی که حداقل از اینجا تنش بیشتر نشه آمریکا به دنبال فشار حداکثری دوباره نباشه گزینه های نظامی در واقع روی میز نذاره برای چه چیز جمهوری اسلامی کاملا دچار وحشت شده و سعی میکنه با تغییر لحن در واقع ممانعت کنه از رفتن ترامپ به اون سمت انتخاب کابینه در واقع ترامپ اعضایی که معرفی میکنه از جمله مارکروبیو که در واقع معمار تقریبا تمامی مصوبات جمهوری خواهان در جمهوری اسلامی بوده نشون میده که اتفاقا دونالد ترامپ در چینش کابینه کاملا کاملا در نظر داره که چگونه فشار رو بر جمهوری اسلامی زیاد در کنه در کنار این تغییر لحن فکر تغییر رفتار مقام جمهوری اسلامی رو هم در ادامه شاهد باشید ببین آن چیزی که در طرف مقابل میخواد با آن چیزی که ظرفیت جمهوری اسلامی هست تفاوت بسیار زیادی وجود داره یعنی عملا برای این مدیریتی که الان در رأس جمهوری اسلامی حاکم هستند چه این تغییر بزرگی به نظر نمیاد که امکان پذیر باشه اگر حتی بخوان به خاطر بقا یک روزی به چنین تغییر بزرگی تن بدن متعاقب اون باید به تغییرات بسیار وسیعی در داخل کشور هم تن بدن که به نظر میاد که معنیش در واقع این که جمهوری اسلامی دیگه جمهوری اسلامی نباشه یعنی به نوعی انگار که حکومت در ایران تغییر کرده من فکر نمی کنم چه ظرفیتی در جمهوری اسلامی وجود داشته باشه مرسی از و قاضی زدم کارم اینجا در استودیو